geldi. سلام. یه دقیقه. آقا ببخشید هنوز یه مقدار صدام سرما خورده هست از اونجایی که معلومه خونه بابامم. آقا الان ساعت 8:10 است. من غذا خوردم و میخوایم با مامانم بریم بیرون. میخوایم با هم دیگه بریم شهر کتاب. بچه‌ها یه چیز جالب رو میخوام راجع به خودم بهتون بگم. اینه که من تولدم 14 آذره ولی تولدم نیمه شعبانم بوده. یعنی من نیمه شعبانی به دنیا اومدم که تو تاریخ ایران 14 آذر 77 بوده. یعنی 14 آذر 77 نیمه شبان اون سال بوده و حالا به همین دلیله که حالا اسمم مهدی است و از این داستانا. من اومدم مامانم گفتش که من میخوام برات هدیه بگیرم، یه درد کوچیک انسان باش چیزی انتخاب کن بگیرم برات. من گفتم که خب اوکی کتاب میخوایم بریم خونه جدیدای مام بزرگم. خیلی خوشحالم اینکه مام بزرگم اینا رو ندیدم، از وسط حساس کشیشون به اینور ندیدمشون. خیلی دلم میخواد برم یه از این روغن موهای گلیس بگیرم ولی از چند جا پرسیدم پیدا نکردم. حالا باز الان برم بیرون شاید پیدا کنم. خیلی دلم میخواد با مامانم برسه بیرون بخوریم ولی من چون 8 رد شده بعد فستم خیلی برام سخت مقاله کردم با این قضیه که چیزی بخورم ولی حالا شاید خوردم شاید نخوردم. فردا شب هم عروسی دعوتیم. بچه‌ها یه چیزی ببینید، نمیدونم شما هم یعنی اصلا کسی دیگه اینطوری هستش یا نه. من تنها کاری که واسه سلامت دندونم میکنم خیلی سال یعنی از وقتی یادم میاد که دارم کاری واسه سلامت دندونم میکنم مسواک زدنه. یعنی واقعا کاری به جز مسواک زدن انجام نمیدادم تا همین چند وقت پیش، 1.5 سال پیش که رفتم دندون پزشکی. من 1.5 سال پیش آخرین دفعه که رفتم دندون پزشکی گفتش که تو باید چیز بزنی، باید نخ دندون بزنی حتما. بعد من حالا چرا نخ دندون نمیزدم؟ من در خانواده مادر من فریکی دندونه، اینقدر رفته دندوناشو چی کرده یا جرمگیری کرده، تحلیل لثه گرفته، در این حد فریکیه رو دندوناش. بعد اون به من گفتش خب تو باید چیز بزنی، نخ دندون حتما بزنیمش. گفتم من امتحان کردم نخ دندون زدن ولی باهاش اوکی نبودم سر اینکه من لثه هام خون میاد، ممکنه لثه مشکل داشته باشه. بعد گفتش که بخوب چک کنم، خوابیدم چک کردم گفتش نه تو لثه هات هیچ مشکلی نداره، تنها مشکلی که هست اینه که دندونای من شدیدن به هم نزدیکه، نمیدونم میتونیم ببینین یا نه و فاصله بین دندونام نیست اصلا و هر دفعه میخوام نخو بزنم اینجوری که میکنم یهو این که در میره میخوره به لثم، به لثم خون میاد همیشه. دکتر بهم گفتش که حالا میتونی مثلا از نخ دندونای خیلی نازک استفاده کنی یا اینا. بعد از اون من رفتم نخ دندون نازک گرفتم و سعی کردم نخ دندون بزنم. بعدش دیدم آقا من بازم نمیتونم، این در میره میخوره به دندونم و دندونم خون میاد. بعد دیگه تنها کاری که میتونم بکنم اینه که واقعا خیلی باید چون با دقت چیز بزنم، نخ دندون بزنم هر چند وقت یه بار، مثلا هفته یه دفعه. میدونم اشتباهه ها، نمیدونم کسی مثلا هست یا نه. میام میشینم تو آینه، تو دستشویی نه جلوی آینه، با نخ دندون خیلی حساس و خیلی آروم و خیلی یواش، واقعا شاید 40 دقیقه طول میکشه. هیچ چیزی لاش نیست بچه ها، هیچ وقت نمیره انقدر که فاصلش کمه. بعدش هم میرم مسواک میزنم و اینا خون نمیاد ولی خیلی طول میکشه. از اونجایی که خب خدایی خیلی طول میکشه مثلا نمیگیره. خب آیا من پچلم؟ چون نمیدونم چه کتابی بخرم. ببین از کتابایی که خیلی دوست دارم و نخریدمشون و نخوندمشون بخوام بهتون بگم، ولی چند تا کتاب تو لیستم دارم که کتابای بزرگی هم ولی من نخوندم سر اینکه منو خیلی ترسوندن ازشون. یکی خشم و هیاهوی فاکنر، یکی کشتن مامان، یکیش کشتن مرغ مقلد هارپر لی. یکی دیگه میخوام بخرم معنی درمان اروین یالومه ولی خب اونو میخوام بخرم. یعنی اون تو شهر کتاب سمنان بچه‌ها واسم گذاشتن کنار، یعنی اونو خودم میگیرم. اوکی هم مثلا یه چیزی که مامانم بخواد برام بگیره واقعا نمیدونم، تازه میخوام بدم براش بهش برام امضا بکنه. تو مامانم من آدم کتابخونی نیست، هر دفعه واسش کتاب خریدم خودم خوندم. مامان انسان فیلم سینمایی بینیه، سریال تازه. ناکن میتونم از این کلاسیک هایی که گفتم برای خودم بگیرم، یعنی مثلا یا کشتن مرغ مقلد یا خشم و هیاهو 1984 جورج اورول من نخوندم. میتونم یا اینا رو برای خودم بگیرم که 100% کتابیه که اصلا اوف هیچ راه غلطی نمیره. من بهتون گفتم من جنایی هم دوست دارم، یعنی که میتونم جنایی بگیرم که واسه یه فان تایم داشتن و خوندن و اینا کتاب خوبیه، بریم اونجا در تحت تاثیر جو قرار بگیرم، ببینم میخوام چیکار کنم. واقعا خوشحالم. چیزی که من واقعا خوشحال میکنه کتاب فروشی، لوازم تحریر فروشی. یعنی آهنگی که افتاده تو دهن من داره دیوونم میکنه. نه که مثلا فکر کنی همه آهنگ بلدم، نه، همین یه تیکش. تو جات اینجا سیفه، نه 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 بیبه، به کم کلکشو نمیدونم. آهنگم گوش نمیدم اصلا آهنگ گوش نمیدم. از وقتی که یه گوشه ایرپادم رو گم کردم اصلا آهنگ گوش نمیدم. هی میاد تو ذهنم برو مشکی بخر، اینا رو مشکی کن. بعد هی این شکلی هم که نه مهدیه، اینا هم خیلی ددن، ترکیدن، انقدر اذیت شدن. الان تو مشکی بذاری روش هم ددتر میشن، همین که زشت میشه، زشتیش بیشتر میشه. الان حداقل رنگی اون ددنداش خیلی فاجعه نیست. آها اصلا چرا قضیه دندون رو بهتون گفتم؟ سر اینکه هر دفعه هم که من این نخ دندون استفاده میکنم میگم خود دندونام خیلی بهم چسبیدم، ولی مثلا این وسط احساس خالی بودن میکنه اون بالاش، و این که یه صدا میده دم براتون تنگ شده، خیلی دم براتون تنگ شده. الان هم دلتنگیم برطرف نمیشه، تا کامنت ها رو بخونم دلتنگیم برطرف میشه. من نمیدونم شما هم 100% خب ولاگ بینین دیگه وقتی اینجایین. من داره یوتیوب فارسی میره رو مخم، خیلی داره میره رو مخم. بجز واقعا حقیقتا میتونم بهتون بگم، بجز سارا حقیقت و نیکی مجلسی هیچ کس دیگه ای نه. ولی خدا وکیلی بچه ها یوتیوبر خفن میخواین، یوتیوبر میخواین که عشق کنین، آدرس کانالشو پایین میذارم، Sound of Philosophy، صدای فلسفه. عالیه این آقا، عالیه. باشم دیگه لباس بپوشم بریم. خوشگله، خوشگله دیگه. تو واسم خریدی، خیلی هم خوشگله، من دوستش دارم. چقدر کوتاهی مامان؟ نه خیر، تو خیلی بلندی ماشاءالله. تون راه میره، تون راه میره، بیگ بیگ. شب خوبه فیلم گرفتن، ببین اینجا خلوته، من انقدر راحت فیلم میگیرم. حالا دوتا آدم ببینم یه جوری میترسم، چرا نمیدونم. تنها هستی اینطوری یا با کسی باشی چی؟ با کسی باشم بهتره. آره الان آقا مثلا میدونم این آقای داره منو زل میکنه. The floor will turn to lava as your world begins to sink. Don't look too far ahead, my friend. Your floor will turn to lava, turn to lava. Okay. Don't look too far ahead, 'cause anything could change in ways we cannot understand. Oh. And if you خیلی خوشحالم. دو تا خریدم آخر، یعنی مجبورش کردم برام دو تا بخره. خور انداخت تو خرج، چیکار کنیم دیگه؟ باز کن. من نمیدونم عجب چیزیه. حالا بازش باز. مرده تو خیابون و من تیکه انداخته، عجب چیزیه. بعد چی فیلم ببینم؟ بعد مامانم میشه میگه خب حق داره. شیرینی بخوری چقدر بد بدم زنه میگه چرا نمیری خلاف شم من بیا نرید من تو فقر بزرگ شدم بریم رفت و پیشش داشتن حرف میزدن اماد همون رفیقه؟ نه دیگه بابای شاه حسینی نمیتونم بپذیرم من نخوردم باید اینه که این اتفاق موقعیت حامد رو خیلی خراب غیر قانونی نه change of the weather. Hurricane came in when you step up. On my knees and my prayers up for you. It's a natural disaster. I lose. I'm feeling the pressure, the sense of abandonment. You come out defensive. حاضر شدنم. خواهیم بریم عروسی. این آرایش هم خودم کردم. خیلی افتخار میکنم. موجه گذاشتم یا تو. خیلی دارم با خودم حال میکنم. خدایی خیلی خوب آرایش کردم. یا فقط خودم چیزی That's you in the middle. You always do the same things, and I'm super sentimental. I get this feeling when you touch down after disasters. Anytime you come round, the season changes. Throw the bullets in your mouth out. If you get to talking, that's a man down. It's a man down. It's a man down.